جلوی کتابخونه شهرداری منطقه های استریت کینسینگتون لندن هستیم، جایی که غالبا محل برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های فرهنگی و هنری ایرانیان مقیم لندن هست. امشب فستیوال هنر که یک انجمن فرهنگی و هنری است، برنامه ای رو بزرگداشتی رو برای دکتر احسان یارشاطر تدارک دیده. پروفسور احسان یارشاطر بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا هستند. دانشنامه ای که به زبان انگلیسی و در آمریکا تهیه شده و میشه. دانشنامه ای که بیش از 40 ویراستار و 300 نویسنده و محقق و استاد دانشگاه از سراسر دنیا، آمریکا، اروپا و آسیا در اون همکاری داشته و دارند. به فستیوال بریم و ببینیم که انجمن فرهنگی و هنری فستیوال هنر چه برنامه هایی رو امشب تدارک دیده. با ما باشید. جناب آقای خویی، خیلی سپاسگزاریم از حضورتون. این بزرگداشت آقای پروفسور احسان یارشاطر بود که در خدمت شما هم بودیم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. به نظر شما ایرانیکا چه سهمی میتونه توی معرفی فرهنگ و ادبیات ایران به دنیای غرب داشته باشه؟ بیشترین سهم داره، نه که میتونه داشته باشه. من فکر میکنم بنیادی ترین کاری که تاکنون در راستای کوشش به شناساندن فرهنگ، ادبیات و هنرهای ایران انجام گرفته از سوی همین بنیاد بوده، بنیاد ایرانیکا. من ایرانیکا رو یک بنیاد میبینم، یک بنیاد یکی از بزرگترین بنیادهای فرهنگی که تاکنون ما داشتیم. فقط نگرانیم از این است که این بنیاد با مشکلات مالی روبرو بشه و از این نظر امشب هم اگر یادتون باشه درد دلمو کردم که ما ثروتمندانمون بدبختانه در این زمینه ها چندان که باید به پیشکاری خودشون، به وظیفه خودشون آشنا نیستند. پولی رو که به راحتی صرف لاس وگاس و جای دیگه میکنند یا حتی به بنیادهای امریکایی میدند، طریقشون میاد که بذارن در اختیار این نهاد. برای نهادیست که آغاز شده، سال هاست که داره کارشو میکنه، ماندگار خواهد بود و گمان میکنم از این پس دیگه تا ایران باشد و ایرانی باشه این نهاد نیست همچنان سر جاش خواهد بود. البته به شرط آن که همت همیهنان نیست پشتیبانش باشه، وگرنه همچون بسیاری کارهای بزرگ دیگر ناگزیر نیمه کار خواهد بود. امیدوارم چنین نشه. خیلی سپاسگزار از نظراتتون. از جهت تحقیقاتی که شده، از جهت مضمون این دانشنامه من سوالی رو داشتم از خدمتتون که شخصا فکر میکنید آیا جای چه مباحث خالیه در ایرانیکا، البته توی این 15 جلدی که تا به حال منتشر شده؟ من به این پرسش نمیتونم پاسخ بدم، برای که طبیعی است که جز چندین مقاله از ایرانیکا رو نخونده باشم، برای که اون یه کتاب مرجعه، کتابی نیست که آدم بشین از آغاز تا پایانش رو بخونه. ولی اون رو پیشا پیش اپریوری به قول کانت میتونم به شما بگم که نویسندگان، پژوهندگان این دانشنامه کوشش میکنن که در پیوند با هر حرفی از حروف الفبا تمام مدخل‌هایی رو که لازم است به دست بیارن و در ایرانیکا بگنجونند. جناب آقای دکتر بقایی، خیلی سپاسگزار در خدمت شما هستیم. شما به عنوان پژوهشگر در دانشگاه وستمینستر لندن و همچنین مسئول کتابخانه مطالعات ایرانی لندن، لطف کنین بفرمایید که نظرتون درباره ایرانیکا، دانشنامه ایرانیکا و اون تأثیری که در فرهنگ غرب میذاره و اون چه که از در زمینه مطالعات ایران شناسی به فرهنگ غرب هدیه میکنه چیه؟
حتما خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ببینید، دانشنامه ایرانیکا واقعا شاید یکی از بزرگترین و نفیسترین آثاری بوده که در تاریخ فرهنگ ایران در سالهای اخیر انجام شده و کار واقعا بی‌نظیر بوده که به همت جناب یارشاطر و بسیاری دیگه اساتید این درست شده و واقعا فرهنگ ایران، تاریخ ایران، ادبیات ایران، بزرگان ایران رو به دنیا شناسونده. برای اینکه این دانشنامه به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و در دسترس عموم جهانیان میشه گفت قرار میگیره. درسته که به فارسی نیستش و ممکنه بسیاری از مخاطبین ایرانی نتونن استفاده بکنن به علت نداشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی، ولی مسلماً در بین محققین در دنیا برای اینکه چهره ایران درست به دنیای غرب شناسونده بشه، به خصوص به دنیای انگلیسی زبان، این کار و این اثر بزرگ میتونه اثر بسیار کلی و اساسی داشته باشه، به خصوص در موقعیتی که به هر حال به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی گاهی اوقات چهره ایران در دنیا به هر حال به شکل دیگه‌ای نشون داده میشه. ما میتونیم از طریق اثری مثل ایرانیکا به دنیا نشون بدیم که ایران و ایرانی چی هستش و به چه معنی هستش. جناب آقای پروفسور کنعانی، سپاسگزار هستیم که وقتتون رو به ما دادید. امشب بزرگداشت اینجا برپا شده برای آقای پروفسور احسان یارشاطر و دانشنامه ایرانیکا که الان در هفته ایرانیکا هستیم ما. شما صحبت‌های زیبایی داشتید طی برنامه و در واقع همه چیز رو توضیح دادید، اینکه چرا دانشنامه به زبان انگلیسی نوشته شده و راجع به اینکه دلیل این کار ستورگی که انجام شده از یک طرف برمیگرده به اینکه ما پژوهش‌هایی که در ایران بوده، شاید خیلی کارهای بسیاری انجام شده ولی شاید به اون حد نبوده و به این وسعتی که ایرانیکا داره نبوده تا به امروز، و از این طرف اگر دانشجویی می‌خواست راجع به مطالعات ایرانشناسی تحقیق و مطالعه داشته باشه، باز باید به منابع خارجی مراجعه می‌کرد. این نکته‌ای بود که من در صحبت‌های شما فرمودید و اشاره کردید. از این طرف سوالی برای من پیش اومد که پس به هر حال این مدخل‌هایی که ایرانیکا و این دانشمندان و استادانی که سال‌هاست کار می‌کنن، این مدخل‌ها از کجا نشأت گرفته؟ آیا باز بر نمی‌گرده به پژوهش‌هایی که در ایران انجام گرفته طی سده‌های گذشته یا دانشمندانی که در این طرف در غرب تلاش کردن، تحقیق کردن و نگارش کردن در این زمینه؟ ریشه این مدخل ها برای من سوال هست و شاید حتما برای بینندگان ما هم سوال هست. خیلی متشکرم از اینکه این سوال رو از من کردید، ولی اجازه بدید من قبلا به یکی دو نکته اشاره بکنم. دعوتی که از من به عمل اومد درباره این بود که ما صحبت بکنیم که چه ارمغانی ایرانیکا برای جوانان تا کنون داشته و خواهد داشت. صحبتی از بزرگداشت نبود. هیچ اشکالی هم نداره کار بزرگ و سترگی صورت گرفته، همونطور که شما گفتید. دوم از این، من به این معنا نمیگفتم که در ایران کاری صورت نگرفته. گرفته، منتها نه به اون عمق و به اون ژرفا و به اون وسعتی که ما در خارج میتونیم کار انجام بدیم. برای نمونه من یک، به خاطر اینکه خیلی مشخص به سوال جناب علی جواب بدم، واژه کارپت در نظر بگیرین، فرش. خود آقای یارشاطر دفعه به من گفتن که وقتی بخوان درباره این مطلبی نوشته بشه، نه تنها به متخصصین ایرانی رجوع میکنن، بلکه به متخصصین خارجی هم رجوع میکنن و تمام این مقالات رو به همین جهت هم درباره یک مدخل ممکنه چندین مقاله باشه. یکی از علتاش این است که دانشمندانی که در خارج زندگی میکنن یا عقب این جور مطالب میرن، اولا به دور از هر تعصبی این کار رو انجام میدن و دوما دسترسی به منابع خیلی بیشتر دارن، مثلا به کلکسیون های خصوصی، مثلا به موزه ها که در دسترس همه نیست. به همین جهت ایرانیکا مدخلاش و جوابهایی که میدن، مطالبی که میدن، از یک کیفیت و یک عمق دیگری برخوردار هست که مکمل اون خواهد بود که در ایران صورت میگیره. دوم از این، من شخصا چون کارم اصلا کار تحقیقاتی هست، بارها و بارها شده که دیدم برای مطالعه باید به منابع خارجی رجوع کنم. برای نمونه باز یک مسئله مشخص برای شما میزنم. در ایران گفته میشه که عمر خیام 4000 رباعی داشته.
در حالی که مثلا مرحوم صادق هدایت نشون داد که این تعداد این روایات شاید 120 باشه. امروز ما بر این عقیده هستیم که در حدود 80 تا بیشتر نیستن و این عظمت فکر این مرد بزرگ تو همین 80 تا خلاصه شده. و بعد یک دانشمند روسی به نام ژوکوف این موفق شد که نشون بده، ثابت بکنه که بسیاری از اشعاری که به خیام نسبت داده میشه اصلا بعد از اون وجود اومده و نمیتونه مال. منظور این است که دانشمندان خارجی در یک چارچوب دیگه‌ای نگاه میکنن و به علت اینکه مربوط به خودشون هم نیست تعصبی در این باره ندارن و از این گذشته نحوه تحقیقات خارجی ها به یک شکل دیگه است. اینها اول حکم صادر نمی کنند بعد برن عقب ادله که به اون برسن، بلکه شروع به تحقیق می کنند و بعد نتیجه تحقیقشون این یا اون در میاد، در حالی که ما این طرز تحقیق رو هنوز اونجوری که باید شاید فرا نگرفتیم و رعایت نمی‌کنیم. خانم خرازی، خیلی سپاسگزار از برنامه‌ای که امشب اینجا برگزار شد و به مدیریت شما بود و از طرف فستیوال هنر بزرگداشتی برای آقای احسان یارشاطر. پیش از اینکه ما به این برنامه بپردازیم، من می‌خواستم از شما خواهش کنم که لطف کنین در مورد فستیوال هنر برای ما توضیح بدین و اینکه برای بینندگان عزیز توضیح بدین و اینکه چه اهدافی رو در واقع دنبال میکنه. فستیوال هنر در سال 1984 افتتاح شد، شروع به کار کردیم. کار ما فرهنگی هنری است و فکر میکنم وظیفه هر ایرانی است که فرهنگ و تمدن کهن خودش رو به دنیا نشان بده. این کار خاصی کار کردیم. حالا اگر شما میخواید بگید خاص، میل شماست، ولی به نظر من ما انجام وظیفه میکنیم. اگر ما کاری برای مادرمون یا مادر بزرگمون انجام میدیم، دیده ای منت نداریم، وظیفمون انجام دادیم. همه ایرانیا باید به دنیا بشناسونن که ایران چه بوده در گذشته و چه کرده و چه قدمتی داره و این تاریخ کهن دیروز نوشته نشده، از زمانهای قبل بوده. مطلب دیگه هست خدمت. خیلی سپاسگزار از سرودی که تهیه و تدوین شده به کارگردانی شما و تهیه کنندگی شما، سرودی که به ایرانیکا در واقع تقدیم کردید. چطور شد که اصلا این فکر به ذهن شما رسید برای برگزاری امشب، برنامه امشب؟ همطور که مطلعید و من در اول برنامه گفتم، سرود ایرانیکا با صدای خانومی است به نام کاملیا دارا که ایشون رشته دکتراشون رو در موسیقی از یکی از دانشگاه‌های معتبر اتریش گرفتن. صدای زیبایی دارن همطور که ملاحظه فرمودید و این ارنجمنت قبلا تهیه شده بود. ما آثار تاریخی رو گذاشتیم و به صورت ویدیو گذاشتیم که در سایت ما هست، میتونن ببینن، میتونن کپی کنن و در دسترس مردم هست برای اینکه لایق ایرانیکاست. خیلی ممنون. این هم کار مهمی نیست، باز هم انجام وظیفه کردیم و باز خیلی. هم انجام وظیفه میکنیم تا وقتی که نفس بیاد. ما انجام وظیفه میکنیم نسبت به مادرمون و مملکتمون و همیشه من گفتم loud and proud we are Iranian, we are Persian, we will do our best. من هم به حضور شما افتخار میکنم. خیلی سپاسگزار از اینکه وقتتون رو دادید به ما و ممنون از صحبتات. خواهش میکنم هر زمان که شما بخواید من در اختیارتونم و تمام گروه در اختیارتون هستن. چه موقعی؟ آیا شما پیامی دارید برای بینندگان عزیزمون؟ خوشبختی، سلامتی، سربلندی ایران. سپاس ندارم. سپاس گذارم. ممنون از وقتتون. استدعا میکنم.
Thank you.